این چهره خشنی که بعضی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و از اسلام به تصویر میکشند، که اسلام را دین شمشیر، دین زور، دین رعب و وحشت، دین کشتار توصیف میکنند. میگن اسلام دین کشتار است، دین ترور است، دین رعب و وحشت است، دین خشونت است، دین شمشیر است. اسلام با شمشیر پیشرفت کرده است، توسعه یافته است. کجا پیامبر شمشیر به کار برد؟ در هدایت انسانها، مگر در مقابل زورمداران، اونهایی که اجازه نمیدادند دعوت اسلام به گوش بندگان خدا برسد. از اون آغازی که پیامبر دعوت اسلام را آغاز کرد، بزرگان و شخصیتها چگونه مسلمان شدن؟ با زور شمشیر؟ کدوم زور شمشیر بود که ابو بکرها و عمرها و طلحها و زبیرها را مسلمان کرد؟ کدوم زور شمشیر بود که بلال را وادار به مقاومت کرد در زیر شکنجه ها؟ زیر پشتش زمین داغ، شنهای داغ، و روی سینه اش سنگ داغ. اون صاحبش او را شکنجه می داد که او را از دین خدا باز بدارد. او زیر همون شکنجه ها احدون احدون می گفت. شمشیر پیامبر بالای سرش نبود، او دل داده بود به پیامبر، دل داده بود به اسلام، که مقاومت کرد تا آخرین لحظه و عقیده خودشون رو حفظ بکنند، ایمانشون رو حفظ بکنند، به شهادت برسند در راه این اسلام و ایمان. کدوم زور شمشیر بود که مصعب ابن عمیر را وادار می کند که از رفاه و خوشگذرانی خانوادگی خارج بشود، دست بکشد از همه چیز؟ اون جوان مرفه و خوشتیپ و خوشقیافه که بوی عطر از مسافتهای دور، بوی عطرش به مشام می رسید، با اسلام آوردن از جانب خانواده خودش به کلی طرد شد، تحریم شد. مادرش او را حبس کرد که دست بکشد از دین خودش. تمام امکانات رفاهی را از او گرفتند، از غذا و آب و لباس و همه چیز را محروم کردند، و او با یک تکه لباس همراه پیامبر هجرت کرد. اصحاب وقتی او را می دیدند با اون فقر و فلاکت، با اون لباسهای پاره، همون جوان خوشتیب و خوشقیافه و مرفه، چه شد که به این روز در آمد؟ چه شد که از همه چیز خودش دست کشید؟ کدوم زور شمشیر؟ اصحاب که او را می دیدند عشق در چشمانشون حلقه می زد از فرط فقر و فلاکتی که در اثر دست کشیدن از اون امکانات به اون دچار شده بود. تا زمانی که در غزوه احد به شهادت میرسد، کفن کافی نبود که او را بپوشند، کفنش سراپای او را نمی پوشانید. اینها همه نمونه هایی است از ایمان کسانی که در بدو اسلام، در صدر اسلام مسلمان شده اند. خباب بن الارت، اون بی بی اش به اصطلاح سرب داغ روی سرش ریخت یک بار که او را باز بدارد، میتوانست زیر اون شکنجه دست بکشد از دین خودش، شمشیری هم به دنبالش نبود، اما او مقاومت کرد. صهیب رومی وقتی که میخواست هجرت بکند، افرادی از قریش به دنبالش راه افتادند، در این تعقیب و گریز تمام اموال و دارایی خود را رها کرد. اموال و دارایی برای خودتان، تک و تنها بدون هیچ، دست خالی به اصطلاح هجرت کرد و به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و مسلمانان در مدینه ملحق شد. تمام اموال و دارای خود را رها کرد برای قریش. چه او را وادار کرد؟ کدام زور شمشیر وادار کرد اهل مدینه را که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و مسلمانان با آغوش باز استقبال بکنند و نه تنها اسلام را بپذیرند، بلکه حاضر بشوند دارایی خودشون رو حتی با مهاجرین تقسیم بکنند، اموالشون رو تقسیم بکنند با اونها؟ کدوم زور شمشیر
باعث شد که اوس و خزرج دست از جنگ و کشتار بردارند. اگر اسلام با زور شمشیر پیشرفت کرده بود، چگونه اوس و خزرج با آمدن پیامبر صلی الله علیه وسلم دست از جنگ و کشتار برداشتند؟ اگر زور و شمشیر باعث پیشرفت اسلام میشد، باید پیامبر صلی الله علیه وسلم آنها را تحریک میکرد به جنگ. فرق تفت تفرقه بیانداز و حکومت بکن. از این طریق، از طریق زور و شمشیر اگر پیامبر به حکومت رسیده بود و بر مردم سلطه یافته بود آنگونه که غربیان ادعا میکنند، آنگونه که مسیحیان ادعا میکنند علیه اسلام، الان میتازند با همین حربه که اسلام دین شمشیر است، بعد آنها را تحریک میکرد علیه هم دیگر که به جنگ و کشتار ادامه بدهند، نه اینکه متحد و یک دل بشوند با هم دیگر. بنابراین دین با زور و شمشیر پیش نرفته.